سلام بچه، حال چطور؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی آموزشی از استراتژی بازی رینبو سیکس اتک ساید کیدز روم و مین هال رو به تو آموزش بدیم. اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما من چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله توشیشن هم بزنید، ویدیو رو هم لایک کنید. بریم به استقبال ویدیو. خب بچه ها، برای اینکه بتونیم به این سایت اتک بزنیم نیاز به اپراتور آیکیو، هیبانا، ایس و نومد و یه اپراتوری مثل اش، زوفیا، باک یا جکال اگه بند نبود میتونین استفاده کنید ازش. اگه نیاز داریم در کل، اگه جکال بند نباشه، جکال اپراتور خوبیه برای این استرات، اما اگه بند باشه یه فرگه. خب بچه، آیکیو از سمت این پنجره باید پوش بده. اول از همه قبل از اینکه بره تو باید حتما درون چک کنید که کسی نباشه، و بعد از اینکه مطمئن شدی که این اطراف کسی نیست میتونید راحت برین داخل و از زیر بندیتا رو بزنید. خب بعد از اینکه زدیم میرین سمت اینا، همه با درون انجام میشه که کسی داخل اینجا نباشه و میتینگ روم خالی باشه. اگه خالی بود میتونی وارد چین و درونه و بندیتا رو بزنید. این بندیتا رو هم که زدیم، بعد از اینکه بندیتا رو زدیم میریم و به ایس کمک میکنید داخل اتکش. بچه، ایس وقتی میخواد وارد تاور بشه و از سمت بالای این پنجره بالا بیادش و حتما درون کنه. اگه درون نکنه ممکنه خطرناک باشه و وقتی کامل مطمئن شد که تاور خبری نیستش میتونه وارد تاور بشه. حالا اون پایین وای میسه منتظر، حالا یا خط میگیره یا درون میکنه پایینش رو چک کنه چه خبره. بعد از اینکه آی کیو اون پایین رو زد، این گوشه نگاه کن، دقت کنید، دقیقا اینجا یه دونه میندازه و منتظر بعد از اینکه شکست دروم میکنه که ببینه داخل چه خبره. اجازه بده. این وقتی که داره دروم میکنه، آی کیو میاد از این بالا خط میگیره که نیان فلنکش بزنن و به همین راحتی میتونین این قسمت رو مال خودتون بکنید و حتی وارد اتیک بشید. بعد از اینکه ایس وارد اتیک شد، با گذاشتن یه ترمایت این مدلی راحت فلنکشون بسته میشه و میبینید که هر کی میخواد بیاد فلنکش میشه و بعد از اینکه میاد داخل کلیمور رو میبینه، ولی خب دیره دیگه. اگه آی کیو به هر دلیل نتونست بندیتای اینجا رو بزنه، شما میتونید یه ایس بندازید اینجا. بنداز ایس رو وقتی بندازید اینجا بندیتاش اون بالا میترکه. البته بهت بگم پارسا، جدیدا این اتفاق نمیافته به خاطری که میوت، به خاطر میوت، وقتی میوت بذارن اینجا دیگه نمیشه این اتفاق نمیفته. نومد وقتی وارد میشه سریع دو تا نومد بکه، دو تا پنجره که فلنک ممکنه بخوره رو میزنه. گرانات نتونن بدن دیگه. یه دونه هم بالای میزنه، بالای بیگویندو میزنه که نتونن گرانات بدن. بچه ها، نقش نومد خیلی واجبه که درست انجام شه. این تا لحظه آخر نباید بمیره. اگه بمیره نومد، تمام تلاش رو باد میره. نومد مهمتر از کیل زدن از اینجا براش اینه که اینجا بمونه و زنده بمونه تا وقتی که هیبانا میره و اون ور باز میکنه و میخواد پلنت کنه بتونه یه کاور از این ور اصلا به کیلز بده. احتمالاً حتی دیفندر ها توی این رسمت یکیشون پلی بده و باید سعی کنه از اینجا پیک نده، چون که ممکنه حتی از اینجا و از اینجا هم نشسته باشن، ولی تا حد امکان سعی کنید با یه خط خیلی ریز و کم خطر. بچه، بعد از اینکه آی کیو اون قسمت زد و بندشو باز کرد، نوبت هیبانا. هیبانا مثل گاو نمیده داشت بده اینجا و با در پیک بده. از توی همین بیرون سایت سعی میکنه اینجا رو بریچ کنه. یا بیرون رسته های بینم از بیرون سایت راحت میشه بریچ کنه. یه نکته هم در مورد هیبانا بگم، شما برای اینکه سیف کنید هیباناتون یه دونه ستایی که زدید بالا، یه دونه دوتایی هم میتونید بزنید بالاش و از اون میشه وز شد. لازم نیست دو تا صرف جوی میتونید کنید. خب وقتی باز کردیم قرار نیست پیک بدیم با کسی، منتظر میمونید اتیک که ایس باشه، ایس از اتیک پوش بده و اتیک مال شما بشه. وقتی اتیک مال شما بشه، شما میتونید از اینجا بیاید تو و خیالتون از اون در اون ته راحت باشه. وقتی شما میاید اینجا دیگه در سمت چپتون و سمت راست رو خط میگیرید.
کسی که کاور هیواناست بیرون تراد میمونه و سمت فلنکشو میگیره. هیوانا باید داخل و بکاره. وقتی که اتیکو گرفتم ایس و وقتی هیوانا بریچ کرد و همه توی واکین بازی کرد، اش باید توی بدروم حواسش باشه که از سمت راپلا نتونم بیان فلنک از این سمت هیوانا، تا هیوانا بتونه بکاره بعد از اینکه اتیکو گرفته بودن ایس و آی کیو. همچنین اش باید چند تا فلنک بگیره چون که معمولا اینجا بازی میکنن و نمیذارن هیوانا به راحتی بیاد تو واکین. پس یکی از کارهای مهم اش کیل گرفتنه و کاور دادن هیوانا. و یه نکته مهمی دیگه هم که وجود داره، بعد از اینکه اینجا کامل درون شد و شما مطمئن شدید که آقا این سمت تو این قسمت خبری نیست، تروفی خبری نیست، میتونید بیاین وارد مسترشین. اینجا با یه کلیمور و یه ضربه به دیوار اینجا رو میتونید راحت این حرکت رو بزنید. حالا یه وقت کمتر، من دقیق نزدم، میتونید بزنید و نگاه کنید پله بسته شد. اکثرا هم وقتی میان حواسشون بیشتر میره سمت این و یه تا حدودی وقت میخره براتون، یعنی بدون اینکه اینو بزنن نمیتونن اینجا رد، حتما باید شلیک کنن و شما صداشون رو میگیرید. این میتونه کمکتون کنه. بچا ساید دیفالت پلن این مکان که دور مین هال و کید روم هست این نقطه است، دقیقاً همین نقطه، چون شما دسترسی از این دیوار ساخت ندارین و حتی از اون درم نمیشه زدتون، فقط باید از بیچ یا از جلوتون بیاد که بزنتتون که راحت میتونه اون کسی که بیرون تراز باستاده شما رو کاور بده. تا حدودی هم از این در نمیتونم بزنت، میبینی که نمیتونم بزنتش. دومی سایی کنم که خوبه اینجاست روی این میز. این میز ولی یه مقدار ریسکش بالاست، برای اینکه اتاق کیدز روم میتونن راحت خطتون رو میگیرم بزنم. بچه ها دمتون گرم، امیدوارم که خوشتون اومد. اگه کمکتون کرد این ویدیو، حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ما هم سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید. ویدیوهای آموزشی اگه بسازم این بالا براتون میذارم. خلاصه اگه به این سگ ویدیو علاقه داری حتما ما رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم، ادیاس گایز.